درود بر شما. با 180 ثانیه جمعه چهارم شهریور ما همراه ما باشید. جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره مذاکرات احیای برجام گفت اگر بر چند محور اساسی که شامل تکنولوژی هسته‌ای موجود در ایران، نوع سانتریفیوژها، میزان و درصد غنی‌سازی، نحوه انتقال پول بعد از فروش نفت یا همان راستی آزمایی یا ضمانت‌های چند ساله شرکت‌های سرمایه‌گذار است تکیه کنیم، به نظر من دغدغه‌ها رفع شده و احتمال اینکه ظرف یک هفته الی 10 روز آینده مذاکرات به یک سرانجامی برسد بسیار زیاد است. رئیس سازمان نظام پزشکی ایران در مورد نبود متخصص و جراح در برخی رشته‌های پزشکی ضروری هشدار داد. محمد رئیس زاده با اشاره به عدم تمایل دانشجویان رشته پزشکی به برخی تخصص‌ها گفت تخصص جراحی قلب در سال جاری 18 نفر ظرفیت داشته اما هیچ کس متقاضی آن نشده است و در کل کشور فقط 2 فارغ التحصیل جراحی اطفال داریم. وی گفت بیماران مجبور خواهند شد برای برخی درمانها با چند برابر هزینه به خارج از کشور بروند یا با یک عقبگرد 40 ساله از هند، پاکستان و فیلیپین پزشک وارد کنیم. 2 مقام امنیتی عراق امروز جمعه 4 شهریورماه از انفجار یک بمب کوچک دستساز در نزدیکی منطقه سبز بغداد همزمان با ورود کاروان دیپلماتیک استرالیا به این منطقه خبر دادند. این حمله تلفاتی در پی نداشت. آسوشیتد پرس میگوید که به رغم انفجار روز جمعه، کاروان استرالیا توانست وارد منطقه سبز شود. علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران به افزایش تصدیگری دولت جمهوری اسلامی در بازار داروی کشور اعتراض کرد و گفت این مداخله های دولت موجب تضعیف داروخانه های خصوصی ایران شده است. او یکی از نتایج این سیاست دولت را کمبودهای دارویی به ویژه داروهای گران قیمت در داروخانه ها اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز پس از وقوع سیلاب‌های اخیر در افغانستان ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک کنفرانس خبری گفت امارت اسلامی به تنهایی نمیتواند سیلاب‌ها را مدیریت کند. ما از جهان، سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای اسلامی می‌خواهیم که به ما کمک کنند. مجاهد گفت 182 نفر بر اثر سیل در این ماه کشته شدند و بیش از 3100 خانه به طور کامل ویران شده و هزاران دام تلف شدند.